بله قیامی که در 25 آبان آغاز شد بار دیگر در مرکز تهران و از دانشگاه پلیتکنیک تا سایر دانشگاه ها و شهرهای مختلف میهنمون شعله کشید اما این بار جرقه و فاجعه انهدام هواپیمای مسافربری اوکراینی بر فراز تهران توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران و کشتار مسافران بیگناه اون رقم زد ما در همین رابطه گفتگویی داریم با خواهر مجاهد زهره کامکار که درباره این قیام و همچنین فاجعه سقوط هواپیما برای ما توضیح بدم با سلام به شما ابتدا خواستم در رابطه با این قیام که از دیروز آغاز شده این سوال رو بپرسم که آیا این قیام قابل پیش بود و همچنین آیا فقط ناشی از یک تأثیر عاطفی و گذراست یا ریشه های عمیق دارد ابتدا اجازه بدین تسلیت ارز کنم به هموطنان عزیز به خصوص خانواده های داغداری که عزیزانشون رو در این فاجعه از دست دادن همینطور درود میفرستم به مردم و دانشجویان بپاخاسه در تهران و شهرهای مختلف که با فریاد مرگ بر دیکتاتور و با شعار فرمانده کل قوا استعفا و مرگ بر این حکومت آدمکش کش خواستار سرنگونی رژیمی شدند که از روز اول تا الان چیزی جز مرگ و نابودی برای مردم به ارمغان نیاورده همونطور که میدونین رژیم از لحظه سقوط هواپیمای اوکراینی تلاش کرد با لاپوشانی و پخش خبرهای جلی مرگ جانگداز تمامی مسافرین رو بر اثر نقص فنی وانمود کنه یا همه دستن در کاران آخونده ادعا کردند که حادثه بر اثر اشکال فنی بوده و از رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تا پاسداران تا صدا و سیمای ننگینشون و انواع کارشناس های مزدور و سمایه خوردن و دلیل سرهم کردند که اصلا سقوط هواپیما امکان نداره که توسط پدافند هوایی صورت گرفته باشه. اما خب دوم خروز از همون اول از لای عبای ملا پیدا بود چون از همون اول با دادن جبی سیاه به شرکت سازنده هواپیما مخالفت کردند. اما وقتی صدها نشانه در دنیا منتشر شد از جمله نشانه هایی که توسط ماهواره ها ثبت شده بود همه مشخص بود که سقوط این هواپیما توسط سپاه پاسداران جنایتکار با موشک روسیه ام 1 صورت گرفته و در واقع اینجا بود که رژیم هیچ چاره جز اعتراف نداشت اما به رغم این تصدیق ناگزیر باز هم سردمداران رژیم دست از فریبکاری بر نمی‌دارند مثلا ستاد نیروهای مسلح رژیم در اطلاعی نوشت که علت فاجعه خطای انسانی است و بعدم گفت خاطیان به قوه قضایی معرفی میشن اما همین خطای انسانی هم یک دروغ دیگه است برای کتمان واقعیت آخه خطای انسانی یعنی چی؟ چرا این خطای انسانی فقط در ایران تحت حاکمیت آخوندها اتفاق میفته؟ در حالی که همین سرکرده نیروی هوافضای سپاه گفته بود که هیچ موشکی به جز اجازه و دستور ولی فقی شلیک و پرتاب نمیشه و گفته بودند که در پرتاب موشک به پایگاه آمریکایی در عراق خامنه ای در اتاق عملیات حضور داشته بله همونطور که سخنگوی مجاهدین هم پیشتر گفته بود منظور از همه عذر و بحانه ها در بردن خامن ای و سرکردگان اصلی سپاه پاسدارانه این در حالیه که همه میدونن در وضعیت جنگی و آماده باش پدافندی همه پروازهای مسافربری در هر کشوری بلادرنگ متوقف میشه خب در این تلاش روزفا برای دربردن بردن خامنه ای میگن خامنه ای از این لاپوشانی اطلاع نداشته و وقتی مطلع شده گفته باید صداقت داشت و حقیقت را بگویید در حالی که جالب اینه که خودش دستور لاپوشانی رو داده به گفته پاسدار حاجیزاده بلا پاسل پس از حادثه جریان به اطلاع همه این سران رژیم هم رسیده بوده که معلوم منظورش از مسئولین نظام خود خامنه ایه. پس همونطور که گفتین این تظاهرات و این قیام که بعد از این فاجعه رخ داد برای رژیم قابل پیش بینی بوده یعنی میدونست که وقتی اعتراف میکنه که علت سقوط هواپیما شلیک موشک توسط پدافند خود سپاه پاسداران بوده احتمالا واکنش های شدیدی به دنبال خواهد داشت پس چرا زیر بار چنین اعترافی رفت و از آن کرد ولی درست میگین چون دروغ و دجالگری جزو ماهیت این نظام و عنصر بنیادین ولایت فقیه و تا به حال در هیچ موردی جز دروغ به مردم ایران جهان نگفته کما اینکه تا کنون از ارائه هر گونه آمار ارقامی درباره شهدا و مجرون قیام ایران خودداری کرده به دلیل اینکه با چندین کشور و جامعه بین المللی طرف بود از طرف دیگه واقعیت اونقدر روشن بود که همونطور که گفتیم نتونست از این شیوه دجالیت استفاده کنه و نکته دیگه روشنگری ها و افشاگری های مجاهدین و مقاومت ایران و همچنین موزگیری های دولت ها و ارائه گزارشات دقیق کارشناسی در این عقب نشینی و اعتراف رژیم تاثیر داشتیم و در واقع مجبور شد که عقب نشینی کنه عامل دیگه ای که به نظر من موثر بود خشم و برانگیختگی مردم ایران از این فاجعه بود که اون رو باز به یک همبستگی ملی و به استمرار قیام تبدیل کرد و بیدلیل نیست که قیام این بار از دانشگاه های کشور در تهران و بعد سایر شهرها شولور شده و ادامه داره. بله اعتراف رژیم به دست داشتن تو این جنایت چه پیامدهای سیاسی و اجتماعی رو برایش خواهد داشت؟ می تردید مردم از این جنایت و از خون به ناحق ریخته کشته شدگان این هواپیما نمیگذرن همونطور که از خون 1500 شهید قیام هم نخواهند گذشت در واقع موعد پاسخگویی فرا رسیده و به گفته خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران این از جنایت های بزرگی است که مردم ایران نه بخشند و نه فراموش میکنند نه تنها رژیم باید به این جنایت هم به مردم ایران و هم به جامعه بین المللی جواب بده بلکه باید به همه جنایاتی که در تمام سالهای حکومتش علیه بهترین فرزندان مردم ایران به عمل آورده هم جواب بده کما اینکه مردم و دانشجویان در شعارهای خودشون میگفتند کشته آبان ما 1500 نفر بله همونطور که خونخواه همه شهیدان راه آزادی که از دهه شست به دست این دشقیمان ولایت فقیه در خاک میهن جاری شده از جمله بیش از سی هزار زندانی سیاسی که به دستور خمینی در سال 67 قدرام شدند هم هست همچنان که رژیم باید جواب بده که علت وقوع کشته شدگان سیل در شیراز و استانهای کشورمون چی بوده و این سپاه پاسداران چه نقشی در این همه مصیبت و ویرانی داشته مردم و اخشار آگاه جامعه و به خصوص جوانان از اینها نخواهند گذشت. البته جواب همه این سالات همونطور که رهبر مقاومت ایران مسعود رجوی گفتند اینه که اکنون دانشجویان و مردم ایران خواهان استعفا بر کناری و سرنگونی خامنه ای و رژیم پلید ولایت هستند. بله قطعا که اینطور خواهد بود با تشکر از توضیحاتتون